پرسپکتیو به دو صورت ظاهر میشه، طبیعی و مصنوعی. پرسپکتیو طبیعی اونه که اشیای دورتر به نظرمون کوچیک‌تر میان. پرسپکتیو مصنوعی ولی حاصل طراحی یک سیستم دقیق هندسیه که توش جای افق، محل تلاقی دو خط موازی و خطوط افقی و عمودی مهمه. موردی که الان اینجاست یه شی کوچیکه که جلوتر از یک شی بزرگ قرار گرفته. اگه من این شی کوچیک رو بکشم طرف خودم و شی بزرگ رو از خودم دور کنم، تصویری از یه پرسپکتیو طبیعی ساختم. یعنی اون چه که به شما نزدیکتره بزرگتره و اونی که دورتره کوچیکتر. حالا جالب وقتیه که برعکسش رو انجام بدم. این کاریه که من دوست دارم بکنم. پرسپکتیو وارونه. ابن هیثم در قرن دهم میلادی با ایجاد روزنی در یک اتاق تاریک اولین نمونه دوربین را ساخت و با مطالعه نوری که از اون سوراخ کوچک میتابید و تصاویری که ایجاد میشد تونست بعضی مختصات پرسپکتیو هندسی رو کشف کنه. من هم یک هندسه دانم و دنبال رو ابن هیثم. در ضمن من در خلق پرسپکتیو به حرکت و اتفاقی که میتونه موقع حرکت بیننده جلوی تابلو بیفته هم توجه دارم. در کار من نکته اساسی اینه که مخاطب در حین نگاه کردن به تابلو باید جلوش حرکت هم بکنه، چون تابلو با بیننده حرکت میکنه، مثل یه جور رقصه. در دوره رنسانس میل به خلق پرسپکتیو در نقاشی بین هنرمندا گل کرد و خیلی زود هم توش ماهر شدن. بعد گفتن بیاین پرسپکتیو بسازیم. مثلا صحنه تئاتر سنتی ویچنزا طوری ساخته شد که پرسپکتیو رو تداعی میکنه. همینطور کاخ اسپادا در روم. من پرسپکتیو میسازم، ولی پرسپکتیو وارونه، یعنی اون بخشی که به نظر نزدیک میاد در واقع دورتره و بخشی که به نظر دور میاد نزدیکتر، و این باعث حرکت تصویر میشه. این برای من یه جور کشف و شهود بوده که تونستم با استفاده از پرسپکتیو تصویر رو زنده کنم، با پرسپکتیو و حرکت بیننده. ونیز برای من یه منبع الهام اساسیه، چون اونجا چند صد ساختمون روی آب و کنار آب هست که خب آب همیشه در حال حرکته. ساختمونا تقریبا همقدن و تو هر گوشش یه عالم اطلاعات و مختصات هست. ونیز هم مثل پرسپکتیو یه کلیشه است، یه چیز معینه. پرسپکتیو در قرن 15 میلادی یک ابداع جدید بود، ولی الان همه باهاش آشناییم و میفهمیمش و دوربین‌ها هم خیلی خوب پرسپکتیو رو نشون میدن، چیزی که قدیما خیلی به سختی امکان پذیر بود. رنگین کمان یه اتفاقه، در واقع چیزی نیست. برخورد آفتاب با ذرات آبه و در چشم بیننده پدیدار میشه. ولی من باهاش مثل یه چیز واقعی برخورد میکنم و این اون تضاد و تناقضیه که برام جالبه. من میدونم که ادراک جسمانیت نداره، ولی من دوست دارم بهش تجسم بدم و با حرکت زندش کنم. این یه جورایی نشون میده که من پذیرای پویایی زندگیم. خیلی خوشم میاد که بار دوم که پا در یک رودخونه میذاریم، آب همون آب نیست. پشت هندسه پرسپکتیو یک ایده عجیب و مدرن هست، اونم بی نهایته. اینجا بی نهایته و همه چیز، همه صندلی ها، میز ها، اتاق ها و هر چیز هندسی، هر گوشش میخواد به سمت بی نهایت بره و من اینجا نقاشی موندریان رو آزاد کردم که به سمت بی نهایت بره. خلاصه که نقطه بی نهایت پرسپکتیو رو معنی میکنه. This is
همه جهان میتونه روی این قرار بگیره. میتونه ونیز باشه. میتونه یه نمایشگاه باشه. میتونه نقاشی ماگریت روش نقش بشه یا کاری از دکریکو. میتونه یه لابیرنت باشه یا هر چیز دیگه که روی این سیستم قوی پرسپکتیو هک بشه. این کلکسیون اشیای مورد علاقه منه که چند تاش خیلی جالبه. یکیش اینه که در واقع نقض غرض میکنه. اتو برای اینه که لباس رو صاف و زیبا کنه، ولی این میخا کارکرد این اتو رو برعکس کرده و لباس رو پاره و خراب میکنه. یکی دیگه این ساعت شنی نانسی فوتزه که پره و کار نمیکنه. شی بی مصرفیه. خوشم میاد که اینا بی مصرفن. این یه کلاهی که استفان واورکا درستش کرده. سر هیچ کس نمیره مگر صاحب این عینکی چشمی. سازنده این دوست صمیمی ماگریت بود. من ری سازنده این اتو رو چند بار تو لندن همراه مارسل دوشان ملاقات کردم. وقتی مارسل دوشان رو دیدم بهش گفتم عاشق کاراتم. پرسید چی کاره ای؟ گفتم هنرمندم. گفت نه، بازم یکی دیگه. این دوتا ظرف که در دوران باروک ساخته شده بیرونش تره یه نیمرخ رو میسازه. بنابراین میشه به خودش نگاه کرد و ظرف رو دید، یا به فضای خالی اطرافش نگاه کرد و نیمرخ رو دید. وقتی من کار هنری رو شروع کردم متوجه شدم که به طنز علاقه دارم. کارهای ماگریت از نمونه‌های خوب طنزه. اشر هم همینطور. دالی هم یه جورایی همینطور. یه جریان طنز تلخ هست که منم دنبالش میکنم. این چیزایی که الان نشون دادم هم اون رگ طنز رو دارن. من علاقم به واژگون کردنه. دوست دارم به طرف دیگه چیزها توجه کنم و چیزها رو برعکس کنم. همونطور که همه قهرمانای من از جمله لوئیس کارول، لورن استرن، اوژن یونسکو، کریستین مورگن استرن، فرانس کافکا و ان اف سیمسون که نمایشنامه آونگ یک طرفه رو نوشته، توی آثارشون این کار رو کردن و این طنز رو تو کارشون دارن. تم کارهای من تناقض و تضاده. این چیزیه که دوست دارم. Paradox and contradiction, and that's what I love.